بسم الله الرحمن الرحیم نسبت به قرآن کریم بحثمون به اینجا رسید که برای قرب به کلمات الهی و انس با آیات ربوبی باید کاری بیش از مطالعه و تحقیق رو دنبال کرد. این نیست که با مطالعه با تحقیق می توانیم که ما قرآن شناس بشیم، یعنی قرآن رو بدانیم. چرا یک چیزهایی نیشه، ولی ما قرآن شناس قرب به آیات الهی انس با کلمات الهی پیدا کنیم، نه. البته مطالعه، تحقیق، اینها مبادی برای نوعی قرب میشن، اما انس و قرب تنها با مطالعه و تحقیق نیست. لذا شما ببینید در قرآن کریم نسبت به تدبر و قرائت آیات متفاوت داریم. نسبت به تدبر چند آیه بیشتر نداریم، بسیار آیات کمی داریم که افلا یتدبرون القرآن، شما تدبر نمی کنید. در 82 نساء یا افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، در سوره حضرت محمد آیه 24 اللهم صل علی، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، شما تدبر نمی کنید یا بر قلبهاشون اینها قفل خورده، که چه تفاوت میکنه؟ تدبر نمی کنید یعنی می توانید تدبر کنید، قفل خورده یعنی نمی توانید. وقتی بسته دیگه توان نیست، توان ندارید یا نمی خواهید، توان دارید نمی خواهید، کدام است؟ و همینطور کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبرو آیاتهی ولیتذکر اولو الالباب. ببینید چند مورد نسبت به تدبر در قرآن بیشتر نیست، اما به قرائت که میرسیم فراوان میشه. چرا نسبت به تدبر چند مورد اما نسبت به قرائت فراوان؟ شما ببینیم تنها قرآن 58 مورد آمده که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و افلا یتدبرون القرآن اوهی الی هذا القرآن، قرآن، 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 58 بار تنها قرآن آمده و قرآنن 10 بار، قرآنهو 2 بار، قرأته قرأناهو لی تقرأهو نقرأهو یقرأونه اقرأ اقرأو قرأه سنقرأو که، میبینیم که بیش از 80 مورد در این کتاب الهی بحث قرائت آمده، در حالی که بحث تدبر چند مورد بیشتر نیست. یک جهت رو در اینجا باید دقت کرد و اون این است که تدبر که کم آمده
به خاطر این است که تدبر در آیات الهی ثقل داره و قرآن لحاظ عموم رو توجه میکنه، چون قرائت امکان بیشتری داره، همه میتوانن قرائت کنن، اما همه نمیتوانن تدبر در آیات الهی داشته باشن. لذا میبینیم که اهتمام به قرائت بیشتر از اهتمام به تدبر در کتاب الهی است. چون اگر که 80 مورد میفرمود که تدبر کنید، انسان احساس تکلیف میکرد و حالی که توانش رو نداره و لیس للانسان الا ما سعا، باید سعی انسان رو در نظر گرفت و تکلیف هم باید با سعی تناسب داشته باشه و نمیشه که سعی انسان با تکلیف تناسب نداشته باشه. پس میبینید نسبت به تدبر اگر کمه، نه به خاطر این است که تدبر اهتمام به اون نیست، چون اهل تدبر کمه. نسبت به قرائت که فراوان هست، به خاطر این است که قرائت گشایش بیشتری داره، همه می توانن به قرآن نزدیک بشوند با قرائت، با خوندن قرآن کریم. حالا در اینجا یک امری که در قرائت باید ملاحظه بشه و آن این است که اصلا قرائت یا قرآن اصل ماده اشتقاقش چیست؟ از عرض کردیم بحث‌های ادبی در قرآن بسیار باید مورد اهتمام باشه، که قرآن از قرائه است یا قرائه است یا قروست، هر سه هم در فا و عین یکی هستن، قرو، قری، قرع. در باب اشتقاق می گفتیم که یک کلمه هر مقدار کلماتش که با هم همراهه قرب معنا داره. در اینجا ببینیم شما قرعه، قربه، قریه که میخونید فقط در لام متفاوته، پس خیلی قرب هست، اما به واسطه همین همزه و واو و یا تفاوت در معنا پیدا میشه. حالا اگر بگید قرعه است میشه محموز اللام، بگید قرعه یا قروس میشه معتر. قرآن از کدام بابه؟ آیا از قرعس یا از قرعه قروه؟ این یک از چه بابیه؟ خب حالا حتما باید روشن میشه که از چه بابیه، یعنی تفاوت میکنه. بله، چطور تفاوت میکنه؟ اونی که میخوایم عرض کنیم محضر مبارک شما این است که اگر انس با قرآن به قرائت حاصل میشه یا یکی از طرق انس با قرآن قرائته، باید قرعه باشه حتما، قرعه و قرعه نباید باشه. چرا؟ اگر انس با قرآن، چون وقتی می فرماید تقرا ما تیسر من القرآن، هرچه میتونید قرآن بخونید. چرا؟ هرچه میتونید قرآن بخونید. برای چی؟ کار زندگی مگه نداریم؟ تقرا ما تیسر، ما یا تیسر، ما تیسر که میگید، ما میتونیم حتی روزی فرض کن دو جز قرآن، دو ختم قرآن بخونیم، برای اینکه به طور عرض کنم
عادی هر جزء قرآن رو شما 20 دقیقه 25 دقیقه حالا بگو نیم ساعت. پس بنابراین به طور عادی در 15 ساعت میشه یک ختم قرآن کرد. اگر دو خط، سه خط، چهار خط کردید اون وقت در 20 دقیقه میشه. اگر باز دوباره دو خط، چهار خط، ده خط کردید در یک ربع میشه ختم قرآن کرد. خب پس میشه روزی یک ختم قرآن و یا یک ختم و نیم و یا دو ختم قرآن کرد. قرآن هم که میفرماید فقر او امرم میکنه فقر او ما تیسره، هر چی میسره کنه. چرا اینقدر اهتمام به کثرت قرائت شده؟ به خاطر همون بیانی است که در بحث پیش داشتیم. انس با قرآن غیر تحقیق و درس و بحث و حرف است. قرآن گفتیم یک وجود خارجی است، آیات الهی یک حقایق ربوبی است. اگر کسی بتواند با قرآن انس بگیره، دوست بشه با قرآن، مأنوس بشه با قرآن، قرآن خود را می گشاید، دیگه حاجت به بسیاری از کارهای عادی نیست. یعنی شما یک کتاب علمی اینطوریه، باید بنشینی شما مطالعه کنی، تحقیق کنی، همچون کنی، همچون کنی. اما قرآن گاهی خود را می گشاید بیان که شما کاری بکنید. کتاب دیگه اینطور نیست. این حقیقت اینطوره، چون آیات الهی وجودات خارجی است، مرکب و کاغذ نوشته نیست. این نوشته گفتیم حکایت از حقیقت خارجی میکنه. این نوشته کلمات آیات اینها همچون یک شناسنامه است، وجودات و مسمیات خارجی داره. وقتی انس با قرآن میخوای پیدا بکنی، قرآن خودش رو میگشاید. قرآن ذوی العقوله، آیات الهی ذوی العقولن. شما وقتی میخوای بگید مجردات، نمیدونم ملائکه چنین و چنان، آیات الهی اینطورن. قرآن حکیم، آیات حکیمن، حکمت دارن، محکمن، ذوی العقولن. انسان انس با قرآن بگیره، دوست بشه، آشنا بشه. لذا در جلسه پیش حرفمون این شد، اگر کسی میخواد اهل قرآن بشه، علم قرآن پیدا کنه، بخواد دانش قرآنی بدانه، این نیست که آقای این کتاب ببینه، اون کتاب ببینه، کتاب ببینه، اون کتاب ببینه. نه، اینا که مدرسه بازی است، خیلی هم مشکل گشانی. انس با قرآن. حالا یه طریق انس، قرآن میفرماید قرائت، خودش میگه فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی میتونی. خب چرا قرائت انس میاره؟ اگر از قرأ باشه انس میاره، قرأ قرأ باشه انس نمیاره. چرا؟ ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم میبینیم که قرأ و قرأ چه معنا داره. وقتی که وارد میشیم میبینیم قرأ به معنای جمعه، یعنی جمع. قرأ به معنای جمعه. شما میگید قریه، قریه که یاس لامش، قریه یعنی چی؟ مجموعه افراد یا ساختمانهایی که یک جا جمع شده میگید قریه، یا قرا، روستاهایی که کنار هم جمع شده میگید قرا، قصوات. قریه از جمعه.
اگر یا بخونید، اگر واب بخونید چی میشه؟ قربه، قربه قصد معامله، قربه یعنی اقدام بر عمل، قربه اقدام بر عمل رو میگیم قربه. اما قرعه که میگید نه جمع نه صرف اقدامه، بلکه چی؟ خوندن تدریجی رو میگیم. قرعه خوندن تدریجی است. اون هم یک مشکلی که ما در باب قرائت داریم، یعنی ما فارس ها در واقع، ما حالا میگیم وقتی قرائت قرآن، اصلا قرائت قرآن فهم لازم نداره، شما همطور بشین بخون برو، اصلا نمیدونی چی داری میخونی. این معنای قرائت نیست. قرائت در زبان خودش با فهم همراهه. وقتی میگید قرائت کن، یعنی این چی که میفهمی رو بیان بکن. عرب وقتی میگه قرعه یعنی مع فهمن و مع ضبطن و تثبتن. در قرائت این نیست که لغلغه زبان، قرائت با لغلغه زبان تفاوت داره، همونطور که قرائت با تدبر تفاوت داره. یعنی در قرائت تدبر نیست، تدبر اضافه بر قرائته، اما قرائت لغلغه زبان هم نیست، معفهمه. پس میبینیم که اگر قرآن که مصدر جعلیست مثل قفران از قرعه باشه به معنای جمعه است، قرعه باشه به معنای فعله، اگر قرعه با همزه باشه خواندن تدریجی از سر فهم، ابتدای ورود به قرآن با عنصر کتاب الهی قرائته. آقا هرچی انسان میتونه قرآن بخونه، هرچی. اما قرآن و قرائت بدون فهم نیست اصلا. ما تو فارسی وقتی میگیم قرائت قرآن لازم نیست معناش بدونیم، اما یک عرب وقتی داره قرائت میخونه نمیتونه بگه آقا معناش نمیفهمه. قرائت که فارسی نیستش که. پس میبینیم در معنای قرائت فهم افتاده. بزا اگر انسان در فهم کلمات قرآن وقوف نداره، بیشتر باید تأمل کنه و کنتر باید حرکت بکنه. چون ما نمیخوایم که حالا فرض کنن اول ماه رمضونه، حالا شما میگید یه رو یه جزء قرآن خب، یا نیم ساعت ما دو روز، یا یه روز دو ختم قرآن، یا دو روز یه ختم قرآن، یا یک ماه یه ختم قرآن، دیگه روزی یک جزء قرآن، روزی نیم ساعت انسان محضر قرآن باشه مشکل ایجاد نمی کنه. خب حالا ماهی بشید آخو تون 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 بخونیم اولش آخرش، نه الان چه فرقی میکنه الان اولش بشید یا آخرش بشید، فرقش چیه؟ گرچه انس میاره، نفس قرائت انس میاره، چون اون کسی که میخواند نمیفهمه، ولی قرآن که خوانده میشه که میفهمه. مثال میزدیم مثل یه کوری، الان یه کوری بیاد تو خونه، چشمم نداره، دست به مال به این دیوار، این کلید رو بزنه روشن میشه. الان اینجا روشن میشه یا نمیشه؟ وقتی بزنه روشن میشه دیگه. حالا نمیدونه اصلا کلید کجاست، چشمم نداره، آخر سرم ندید، اما روشن شد. این روشنایی برای کور هم موثره، انعکاس روانی داره. اینش که کور از نور لذت نمیبره، چشمش نور رو نمیبینه، اعصابش، روانش، وجودش با اجسام نوری وقتی انس میگیره به تاریکی که میره تفاوت رو احساس میکنه.
گرچه نمیبینه. پس اگر انسان آیات رو نتواند معانیش رو به دست بیاره، این دلیل نیست که نخونه. برای که همین ما نمیفهمیم، او که ما رو میفهمه، چون میگه ذب العقوله. خب انسان محضر یک فهمیده نشسته باشه، خودش هم متوجه نشه، عیبی نداره. اون من به او اثر نمیکنم، اون که اثر میکنه به من. اما در معنای قرائتی نیست که قرائت عدم درک معنا رو داشته باشه. قرائت فهم معنا درش هست. خب حالا وقتی قرائت فهم معنا درش بود، میبینیم که انس میاره. انسان محضر قرآن باشه، انس میاره. انس که عبور حالا وقوف میاره. اذن دخول، اذن دخول قرآن انسه. قرآن رو انسان به سینه بچسباند، در قلبش بگذارد، بالای سرش بگذارد، نگاه بکند، ببیند، بخواند، همه کار بکند، یه جوری آقا راضی کنه این قرآن رو. آقا ما هم هستیم. انسان چیکار کنه یه نفر راضی کنه؟ حالا شما یه نفر بخیر راضی کنه چیکار میکنی؟ احترام میکنی، کرنش میکنی، محبت میکنی، اطاعت میکنی، همین کار بکنه. خودش هم اجازه داده. فقر او ما تیسر من القرآن. ما تا انس به قرآن پیدا نکنیم، علم به قرآن پیدا نمی‌کنیم. صرف علم قرآن یعنی معلومات که ما میگیم، اینا انس نمیاره. لذا اینی که ما در فهم قرآن هی به این آقا این چی میگه، اون چی میگه، آقا این چطوره، اون آقا، اینا همون مدرسه بازیه. انس نمیاره، قرب نمیاره، اهل قرآن نمیشه انسان. برای انس باید انسان خودش رو به قرآن نزدیک کنه. برای نزدیکی به قرآن باید قرائت کنه. قرائت از سر ادراک و تدریج. بذار شما ببینید، اگر انسان وقتی که قرآن رو قرائت میکنه این معنا براش تداعی بشه، چه کسانی قرآن خوندن؟ خدا قرآن خونده، پیغمبر قرآن خونده، ما هم قرآن خونده. قرآن یک حقیقتیست که همه خوندن. خب خلاص چجور قرآن خونده؟ به چه دلیل میگیم خدا قرآن خونده، پیغمبر قرآن خونده؟ شما نسبت به آیات الهی ببینید، من بعضی از آیات رو در این جهت عنوان کنم که خدا قرآن خونده. در سوره قیامت وقتی فرمود ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاذا قرأناه، وقتی ما میخوانیم قرآن رو چی میگه؟ خدا. نا هم که آمده یعنی ما با ملائکه. فاذا قرأناه، ما قرآن رو میخوانیم، فتبع قرآنه، تو هم متابعت کن قرآن رو، قرائتش رو. فتبع یعنی چی؟ استماع کن. در این آیه نمیگه تو قرائت بکن. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، متابعت کن قرائت رو. ما که قرآن میخونیم، تو استماع کن، تو توجه کن، تو دریاب. خیلی بار داره بیان. اگر فرموده بود که فاذا قرأناه فقرأ، ما که میخونیم تو هم بخون، فقط ازش قرائت در میومد. اما وقتی فرماید
فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، در سوره قیامه. میبینیم اولا خدا قرآن میخواند، دوما قرآن رو خدا تنها نمیخواند، با ملائکه میخواند. قرآن او سوما به پیامبرش اتباع قرائت رو توصیه میکند. پس یه وقت یک کسی قرآن قرائت میکند، یک وقت قرائت دیگری رو استماع میکند، هر دو اثر داره. یک وقت زبان انسان قرآن رو تدریج میده، یک وقت گوش انسان قرآن رو تدریج میگیره. هر دوش مثل دو قضا برای وجود انسان لازمه. اینی که قرآن رو بلند بخونه انسان و رتل القرآن ترتیلا با ترتیل بخونه، هم چشم انسان قرآن رو ببینه، هم زبان انسان قرآن رو بچشه، هم گوش انسان قرآن رو دریابه، هم ذهن انسان قرآن رو فتبع قرآنه. حرفمون این بود که چیکار کنیم به قرآن انس پیدا کنیم. آقا خودتو بمال به قرآن. چجوری بمالم؟ آقا هم بخون، هم ببین، هم بشنم، هم هر جور میتونی خودت به این حقیقت نزدیک کنی. قرائت بکن، قرائت رو بشنون، قرآن رو ببین، قرآن رو بخوان، توجه کن، اتباع، مطابقت کن. مطابقت عملی، قولی، ذهنی، بصری، سمعی. میبینید یک جهت خاص نیست اصلا. قرآن از هر طریق میگه آقا من میتونم تو رو به خودم نزدیک کنم. فتبع قرآن. دارن میخونن، گوش بکن. خودت میخونی، خودت گوش بکن. داری میخونی، ببین. که میگن از رو قرآن انسان بخونه. ببین آقا. دیدن غیر از خوندنه. انس با قرآن انواع قرائت ها رو طلب میکنه. نه انواع قرائات. خدا قرآن میخواند، ملائکه قرآن میخواند، ما اتباع قرائت اونها کنیم. حالا اگر یک کسی گوشش یک مرتبه قرائت قرآن کسی را شنید در خواب، تعبیرش چیه؟ یا قرائت خودش رو شنید، تعبیرش چیه؟ یا نه بالاتر در بیداری قرائت ملائکت الله رو شنید. این چیه؟ اگر انسان با قرآن انس پیدا کنه اینها آسان میشه. اساس رو بر این گذاشتیم که قرآن ذوی العقوله. این بین دفتین حاکیست. بیانمون در بحث پیش این بود که شما یه پرچم در خانه زدید، اینجا مجلسه. این بین دفتین یک پرچمه، حقیقتی در عالمه به نام قرآن. ما با اون حقیقت باید انس بگیریم از این طریق. یا آدرس کد. تمام قرآن، حقایق قرآن بین دفتره نیست. یه حکایت کده. شما الان تلفن رو هم داری، شماره میگیرید. این که همه این ارتباط شما که این نیستش که. ولی گوشی خالی که برای شما ارتباط نمیاره که. اگر انسان توجه به این معنا پیدا کنه که حقیقت قرآن یک حقیقت گسترده سعی ذوی العقول حکیم موجود در هستی است و این قرآن حاکی حکایت میکنه، کده، نه شماره،
بگیر، هر کدوم بگیری یه جا جواب میده. حالا الان ببینید، الان بحث بعض مفسرین رو نداریم، به خدمت اون عزیزان هم میرسیم و بحث رو یه مقدار بازتر از این حرف هاست عرض کردیم. اساس این بحث رو که گذاشتیم بر این نیست که تنها ترکیب و تجزیه و عرض کنم کلمات دیگران رو دنبال بکنیم، گرچه تمام اونها مد نظر هست. الان بحث این است که قرآن یک ورایی دارد که باید رسوخ در اون پیدا کرد و این تنها به این که شما محدود کنید بله قرآن رو پیشتر از اون نخون، آیات دیگه هم هست، این آیه با اون آیات چه تناسبی داره و اتباع با استماع با قرائت چه تفاوتی داره، اینها تمام خصوصیاتی است که حالا یک یک به محضرشون میرسیم. الان حرف این است که وقتی خداوند میفرماید فاذا قرأناه نا، شما میگید که خدا قرائت نمیکنه، ملائکه قرائت، ملائکه از کجا قرآن آوردن؟ مگه قرآن از ملائکه ریخته شده؟ همه من اللهه. شما بگید آقا خدا قرائت نمیکنه، آخه این چه تخصیصیه؟ قرأناه، منتها بگید انواع قرائت متفاوته. قرائت حق با قرائت ملائکه چه تفاوت داره؟ قرائت ملائکه با اتباع نبی چه تفاوت داره؟ قرائت و اتباع نبی با قرائت ما چه تفاوت داره؟ قرائت من با شما چه تفاوت؟ انواع قرائت بگید. اما وقتی میفرمد اذا قرأنا او، ما که میخونیم قرآن یعنی ملائکه میخونن، برای چی تخصیص بزنیم؟ ما میخونیم یعنی ملائکه میخونن. میدونم الان این قرأنا، این نا کیو میگیره؟ به کیست قرأنا؟ نا کیه؟ نه چی گفته قرائت ابلاغه؟ قرائت خب این ازش نه، ببینید ابلاغ بلوغ لازمه قرائت، معنای قرائت نیست اصلا. لذا گفتیم در فهم کلمات در واژه ها و الفاظ معانی تطابقی با لازمی رو خواست، ابلاغ لازمه قرائته. یعنی من الان برای شما چیزی که میخونم بلوغ شد دیگه، برای شما رسید، لازمه قرائت ابلاغه، بله قرائت ابلاغ نیست. ممکنه شما قرائت بکنید هیچ که اصلا نباشه که بهش بلوغ بشه، پس قرائت ابلاغ نیست اصلا، لازمه قرائت ابلاغه. خب حالا اینجا میبینیم میفرمند فاذا قرأناه نا، جمع اومده میگید آقا ملائکه هم هست، خدا تنها نیست. خب درست، شما میگید یعنی ملائکه خدا نه، چه دلیل تخصیص میزنید؟ خودش داره میگه قرأناه، شما میگید نه لا قرأناه، قرأنا الملائکه، چرا ما دست بزنیم به آیان؟ حالا بله، چون اذا قرأناه دیگه ناب که خدا داره میفرماید، الان تو فایده نیستیم. قرائت خدا چطوره یه بحثه، خدا نمیتونه قرائت داشته باشه یک بحثه. شما میگی خدا نمیتونه قرائت داشته باشه، چرا؟ قرائت ما رو نمیتونه داشته باشه، خودش نمیتونه قرائت داشته باشه. الان میبینیم که وقتی قرائت خدا مطرح میشه ما مشکل میگه آخه چجوری خدا قرائت، ها چجوری قرائت میکنه یه بحثیه، اما این که خدا قرائت نمی کنه از آیه در نمیاد. فاذا قرأناه فتبع قرآنه. یا شما ببینید دوباره و قرآنم فرقناه لتقرأه علی الناس علی مبصر، و قرآنم فرقناه، ما به تفریق قرار دادیم
لتقرعه علی الناس، تا تو بخوانی بر مردم. تقرعه یعنی قرائت النبی، منتها قرائت النبی لحاظ تفری هم داره، لتقرعه علی الناس. الان مبسن، این علا مبسن در واقع بیان قرائته، چون قرائت خودش تدریجه. شما الان قرائت که میکنید نمیده دفعی نیست، تدریجیه. پس میبینید که قرائت نبی هم داریم، قرائت ناس هم که داریم. فقر اون ما تیستره من القرآن، یک امری که نسبت به قرآن باید اهتمام داشته باشیم اینه که قرآن انواع قرائات رو داره. منتها الان وقتی میگیم انواع قرائات، شما یاد حرف حافظ نیفتید. قرآن زبر بخواند با 14 روایت، یعنی با 14 اشتباه. نمیدونستم چجوریه، اینطوری میخوندم اونطوری میخوندم. چقدر هنر داره قرآن زبر بخواند با 14 اختلاف. قرائات که میگیم الان این، نه ما وقتی میگیم قرائات چی به ذهنمون میاد؟ همین اختلافا میاد. حالا اگر این به ذهن انسان بیاد، آقا قرائت الله، قرائت الملائکه، قرائت النبی، قرائت الموجودات، قرائت الناس، قرائت الانبیا، قرائات قرآن، یعنی انس با قرآن، اینها رو به انسان نشون میده. شما بگید آه من میخوام که این قاری بخونه، اون قاری بخونه. الان دیگه این زبطا نوارا کامپیوتر خوب برای شما راحت کرده. کدوم قاری رو میخوای؟ چه جور قرائت میخوای؟ آقا میخوام این قاری بخونه. میزنی آقا فوری اون میاد، این میاد، انگار همه در محضر شما جمع. اما همش این 14 قرائته. قرائت 15 هم 16. اما اگر آقا انس با قرآن پیدا شد، قرآن حکیم، قرآن ذوی العقول، قرآنی که لا یدرک و قعره، قعرش ادراک. حالا آقا من قرائت الله میخوام، من قرائت النبی میخوام، من قرائت الملائکه میخوام، من قرائت الحجر میخوام. خب این سنگ چجوری قرآن میخونه؟ ملائکه چجور قرآن قرائت میکنن؟ انواع قرائات. لذا موضوع بحث تفسیری ما این نیست که شروع کنیم دوباره از سر قرآن تا ته قرآن. آقا اینجا مبتداست، این خبره، اینا که الحمدلله میبینید کتاب پره، تفسیر هم پره، حرف هم خیلی زده شده، اما اینها رو نمیخوایم دنبال بکنیم که 2000 سال طول بکشه حرف اینا رو بزنیم. میخوایم عرض کنیم آقا وقتی میگن قرائات، ما یاده شعر حافظ نیفتیم. قرآن زبر بخواند با 14 قرائت، آصف و چه و چه و چه، یعنی با 14 اختلاف. یعنی من همه اختلافات قرائت بلدم. او بابا، پس شما 14 تا قرآن رو بغل هم بذار. اما وقتی میگیم قرائات ذهنمون میاد، یعنی قرائت الله، قرائت النبی، قرائت الملائکه، قرائت الموجودات، قرائت الاحجار، قرائت الاشجار. تو کتاب های تفسیری یه همچین چیزی به ذهن آدم میخوره، قرائات القرآن. تو کتاب های همچین چیزی پیدا میشه آدم بره دنبال کنه؟ قرائات القرآن، قرائات الموجودات، قرائات المخلوقات، قرائت الله، قرائت النبی. خدا چجور قرآن میخوان؟ اگر آقا انسان انس با قرآن پیدا کنه، قرب با قرآن پیدا کنه، نه یک دانشمند بازی در بیاره، اینجا آقا مبتداست، اینجا خبره، خبر مقدمه، مبتدا مؤخره،
خب اینا خوبه، اما اینا ابتداییه، اینا خوبه، اما برسد به جایی که انسان بخواد با قرآن انس بگیر، یعنی اهلیت پیدا کنه، باطن قرآن راسخون. لذا حالا یه مقدار که مبادی و مقدمات رو دنبال کنیم که اصلا ما در تفسیر چیکار میخوایم بکنیم. بالاخره شما یه کاری که میکنه باید هدف داشته باشید، همینطور که بخواییم وقتمون رو صرف کنیم و بله یه ساعتی مشغول باشیم. خب یه ما گفت به حمدالله الان انقدر کار زیاده که انسان دنبال سرگرمی نمیگرده. در این تفسیر که حالا میخواییم دنبال بکنیم غرض داریم، غرض این است که آقا اینی که میفرمید شما یفسر القرآن بعضه بالبعض، از این شاخه به اون شاخه، این رسوخ نیست. رسوخ در قرآن چگونه است؟ انس با قرآن چگونه است؟ میخوایم رسوخ پیدا کنیم چی بشه؟ آه من میخوام قرآن به زبان حق گوش کنم، به زبان ملائکه گوش کنم، من میخوام قرآن به زبان نبی ببینم چی جوری بوده. میشه یا نمیشه؟ اگر انس با قرآن پیدا شد، وقت دیگه آقا میبینید که وقت میگید قرائات القرآن یاد اون نمیافتید. حالا انسان همینو دنبال بکنه با طهارت، با تحریف، با صفا، با قداست، با تأمل، با قرائت. حالا ببخشید این حرفو میزنم دیگه، میگفت که خدا رحمت کنه استاد بزرگواری، میگفت ما اهل هداوندیم، ما عرض کنم که خر خداوندیم. بله ای آقا فلسفه بازی و علم بازی آقا مشکل آدمو حل نمی کنه. حالا ما هم شب و روز مشغول همین حرفا هستیم، اما آدم خیلی باورش نشه. آقا با قرآن انس بگیر، چجوری؟ بو کنه، به قلبش بذاره فشار بده، نگاهش کنه. نمیتونی بخونه آن نگاه کن، الان یک لحظه از قرآن دور نشو. همین که یک لحظه از قرآن دور بشی، ولو تو جیب بودنت، ولو دست گذاشتنت، ولو نگاه کردن، آقا غفلت میاره. اما اگه با قرآن انس گرفت دیگه غافل نمیتونه بشه. انس قرآن غفلت رو مثل یه خط شکن میشکند و میاره. رسوخ در قرآن بدون انس قرآن نمیشه. بعد اول انس گرفت، آقا بعد رفیق شد با قرآن. چیکار کنیم آقا رفیق شد؟ هر جور میتونی آقا، التماس کن، بوسش کن، بوش کن، به چشمت بذار، به عرض کنم نه، قلبت بذار، به سلام، به دعا، هر چی آقا. یه حالا یه آدمی رو میخواید شما راضی کنید آقا، یه هر کی یه جوری میتونه، اگر رازش کردین آقا خیلی مشکل ها حل میشه. یه حاجت به خیلی از کتاب ها نیست. نه من خودم میخونم برای بخواهید من چی میگم؟ آقا خودم میگم دیگه. دیده آدم زنده که وکیل وسیع نمیخواد که، کتاب تفسیر یعنی وکیل وسیع. یه آقا میخواد معنی کنم، خودم معنی میکنم. تو خواب میام، تو بیداری میام، تو گوشت میام، تو چشمت میام، تو ذهنت میام. من همه جور قرائت دارم. کامپیوتر بزن، اگه نترسیدی قرائت الله هم برات دارم، قرائت الملائکه هم دارم، قرائت النبی هم دارم. اما نباید بترسید. خود چیکار کن؟ اول باید انس پیدا کنه انسان. پس اونی که محضر شما میخواییم عنوان کنیم اینه که ما در تفسیر بحث رسوخ قرآن، راسخون فی العلم، منتها تعویل و توجیه و حرفهای رسم و یاوز نه. حالا این رو میخوایم همینطوری خدا توفیق بده و استمداد از قرآن بکنیم، محضر قرآن باشیم و تفاوت این راه ما با راه‌های دیگران. مرحوم علامه بزرگوار چه کرده و چه کار مونده؟ اینی که هی ما بیایم به یک جا و به یک امری اهتمام کنیم و بمانیم در راه، و
مشکل پیدا میکنیم. حالا انشاءالله میخوایم وارد بشیم ببینیم میشه رسوخ در قرآن پیدا کرد. در رسوخ قرآن یعنی چی؟ یعنی همین تفسیر خوندن و کتاب خوندن و عرض کنه. اینها نیست آقا، اینها یک سطح ظاهریست که تنها توجیه و بیانیست. اون سبا قرآن، قرب به قرآن به عنوان یک ذویل عقول، این باید آقا راه خودش رو دنبال کرد. صفا و صمیمیت و عشق و ارادت و با قرآن آقا دوست شد و راضیش کرد. یذل من یشاء یهدی، شفاء للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. آقا قرآن نامردی میکنه گاهی؟ من با نامردا نامردی میکنم دیگه، تکبر و مل متکبرین. بله، لذا در بحث استخاره عرض میکردیم وقتی میخوای یک کار شیل پلی دار بکنی اصلا استخاره نکن، بیچارت میکنه قرآن. آیا اسخاره بکنی من میبینم این خونه رو بفروشم خوبه، مثل این که اوضاعش خرابه، اسخاری یا اونی بد میاد خوب میاد، هیچ آقا معامله میکنی بدبخت میشی. استخاره کن. بله استخاره کردی، تو میخواستی کلام بذاری من کل سرتو گذاشتم. آقا قرآن ذویل عقوله. گاهی موقع استخاره که میکنه آدم متوجه میشه این چی کار داره میکنه، خیلی مشکل داره. حالا میخوای چی بگی؟ یا آقا استخاره نکن، یا به این استخاره عمل نکن، چی کار داری تو؟ خودش یه نیتی داشته استخاره کرده. قرآن شفاء للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. لذا ببینید شفاش موجبه است، لا یزید الظالمینش چی سالبه است، یعنی ممکنه برای مؤمن شفاش محدود بشه اما اضلالش حتمیه. لا یزید الظالمین الا خسارا، منحصره. من آدمای عوضی رو تمام عوضی تو کاسه میذارم. پس اگر انسان رسید به اونجا که این قرآن تو جیبشم که هست، یا این تو جیب من حالیش میشه، مثل این که یه چیزهای اینجا هست، اگر آدم اینجا رسید آقا یه مقدار این قرآن حفظ دادن، این آیه مثل این که حالیش میشه. یه وقت شما یه بچه خوابیده خوابه ولش کن دیگه، حالا یه وقت میاد تو شریعت میگه این بچه شیخوری هم که خوابیده شما جلوش این کار نکن، زناکار میشه. چطور آخه خواب بچه سزن؟ نه تو غافلی، هیچ کس در عالم خواب نیست، حتی این بچه بیداره، چشمش نمیده، مغزش، روحش، نفسش عکس داره برمیداره. وقتی که عکس برمیداره اینطوری میشه. پس بنابراین ما اگر رسیدیم به اینجا، حالا متا امروز قرائات القرآن که میگیم آقا چی یادمون بیفته، دنبال کنیم ببینیم چه میشه. اللهم صل علی محمد.